با درود بسیار خدمت همه شما عزیزان، یاران و همراهان ایران فردا، ناصحان و مشفقان و منتقدان، هرچه از دوست رسد نیکوست. بنابراین خیلی هم خوشم میاد وقتی انتقاد میکنید، نقطه نظرهای خودتون رو میکنید و چقدر اینا تأثیر داره در کارم. این هفته یه برنامه جدید داشتیم، دهکده جهانی، که خانم فریدا صبا همکارمون از امریکا برنامه رو تهیه میکنن، برای ما فرستادن. خانم صبا شاعر و نویسندن و امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یه برنامه دیگه در دستمونه که امیدوارم به زودی ببینید، تقدیری از ابرمردان ورزش ایران. این همه انسان‌های نازنین داشتیم. خبری رو که خوندم که امام علی حبیبی بیماره و ببر مازندران، یادم افتاد، دوران مردان بزرگ، تختی نازنین فرزانه، منصور مهدی‌زاده، صنعتکاران، عجب کشتیگیرای قدری داشتیم. الان هم داریم، الان هم خیلی برکه، ولی فضا عوض شده. یعنی اون زمان من یادمه مسابقات انتخابی جام جهانی بود در استادیوم فرح، سرباز، آخر مثلا مسابقه تختی و شهاب ایران دوست بودن، کشتیگیر خوزستانی. شهاب اومد بالا، زمین رو بوسید و دست تختی رو و دست او رو برد بالا. حاضر نشد با جهان پهلوان کشتی بگیره. اخلاق توی ورزش چقدر زیبا بود، چقدر زیبا بود. سیف پور کار میکرد، نجاری میکرد، تو راهن بود، یادم نیست. شمس‌الدین سید عباسی، خداونده، پذیرایی، بچه های خیلی خوبی بودن. و حالا تو این برنامه میریم از همه اونا، از فوتبالیست های بزرگمون. باید شما جدیکا رو بشناسید، نسل تازه. بدونید کوزه کنانی برای ما چه معنایی داشت، عارف قلی‌زاده. باید بدونید برومند در جایگاه در ورزش چه جایی داشت، دکتر رهنوردی کجا بود، هنریک تمرس کجا بود. اینا باید بدونید دونه دونه. خود عطای بهمنش رو و اینا، به نظر من وقتی فکر میکنم میبینم ماها دین داریم نسبت به مردان سیاسیمون، نسبت به ورزشکارامون، هنرمندانمون در همه عرصه ها. شما دیدید هفته گذشته استاد شجریان در بیمارستان بستری بود، چه فضایی در کشور ایجاد شد که حتی رژیمی که نسبت به او بی‌حرمتی کرد، وزیر بهداری کابینه آقای روحانی میره به دیدن استاد. ما همیشه یادمون باشه حبیب روشنزاده تو ورزش ما چه کرد و کجا بود. یه نام بود عطای بهمنش و حبیب روشنزاده اومد در سایه بالا و قدر شد اومد. اینا رو ما باید قدردانی کنیم. ادیب‌زاده نازنین، نگاه کن 40 ساله داره این کار میکنه. خلاصه در هر عرصه‌ای ما وظیفه داریم. ایران فردا این رو مسئولیت خودش میدونه که از این انسانهایی که به این سرزمین خدمت کردن، اسمشون تقی، میرزا تقی، پسر آش کربلای قربان آشپز بود، اسمشون احمد قوام، قوام السلطنه بود، اسمشون محمد مصدق بود، اسمشون زکاالملک فروغی بود، اینا رو باید قدردانی کنیم، باید بشناسیم اینا رو، کسانی که این سرزمین رو ساختن. داور، بدونیم ادعیه نوین رو چه کسی پایه گذاشت. فرمان فرما رو 50 تا فرزند تربیت کن که هر کدوم در عرصه خودشون نامی باشن. مریم سرخ، حافظ فرمان فرماییان، ادیب، اینا رو باید حتما، این وظیفه من، یکی از مهمترین وظیفه هایی که خودم و همکارانم داریم در ایران فردا همینه. خب بریم پای صحبت‌های شما بنشینیم، گوش میدیم. با سلام
آقا با سلام و عرض خسته نباشید و تشکر از برنامه خوب شما. من آقای نوری‌زاده دارم صحبت میکنم. من اگه بشه یه فرصتی به من بدیم من با آقای نوری‌زاده صحبت کنم. از روزی که از برنامه خوب آقای نوری‌زاده من داشتم گوش میکردم، خدا خدا شاهد خودم، خودم خانواده شهیدم، از بچه های جنگ هستم، جان بازم، من از اداره بیرون کردم، حق حقوق من خوردن، پاداش من خوردن، زن من از دستم گرفتن. من بچه انقلابی بودم، تو شورای محل کار میکردم، اما آدمایی بودیم که واقعا نوکری مردم میکردیم، واقعا میگفتیم با مردم با زندگی بکنیم. دیگه من شدم تنها. تنها صحبتی که کردم دیشب بود در رابطه با ورزش بود. اگر برای شما مقدره، تلفن من روز بسته است، از ترس میبندم، اما شبا بعد از آن بازه. اگر برای شما امکان داره من بتونم با آقای نوری‌زاده صحبت کنم. اینقدر سخت زندگی میکنم، پول نون ندارم. من 20 خورده ای سال خدمت کردم، همه چیز من از دست من گرفتم. اولین کاری که کردم زنم از دستم گرفتم، بچه ندارم، اولادم ندارم، خیلی سختی داره میکشم. تنها تلویزیون هم که نگاه میکنم فقط تلویزیون برنامه شماست. من از شما انتظار دارم به عنوان برادر کوچیک صحبت منو با آقای نوری‌زاده برسونید. اگر امکان داره شب با من تماس بگیره، من بتونم دردمو با آقای نوری‌زاده بگم. ایشون خیلی درد کشیدن، ایشون خیلی. بله دوست من، من بیشتر نذاشتم که خدای نکرده شماره تلفنتون پخش نشه، حتما به شما زنگ میزنم. چشم. بله دردهایی که آدم از هموطنانش میشنوه، ای کاش آدم گاهی اوقات پیش خودم میگم خدایا ای کاش بهم امکانات داده بودی. نمیدونم از 100 نفر 10 نفر رو میتونستم مشکلاتشون رو برطرف کنم. نگاه و نماد بیرونی ما با آنچه در درون هست خیلی فرق داره. به هر حال ما باید لبخند بر لب و امیدوار در برابر شما باشیم، چون اگر چراغ امید روشن نباشه دیگه چیست؟ امید باعث میشه آدم ادامه پیدا کنه، مبارزه کنه. ولی در این حال خود ما هم با هزاران مشکل روبرو هستیم. باور کنید میگم هزاران مشکل، بی دلیل نمیگم. اداره کردن یه تلویزیون با همکارانی که به هر حال هر کدوم زندگی دارن خیلی سخته، خیلی سخته. این است که واقعا گاهی اوقات من شرمندم که قادر به انجام بعضی از خواستهای شما نیستم، ولی به شما حتما تلفن میزنم. ممنونم دوست من. هموطن بعدی. اگر گذشته را چراغ را آینده قرار دهیم این بسیار خوبه، ولی اگر بخواهیم دائم از گذشته صحبت کنیم و حسرت گذشته را بخوریم، آینده را نیز از دست میدهیم. آینده وطن از آن کسانی است که از خودگذشتگی و ایثار نمایند، چه مرد و چه زن. ایران عزیز من را از دست اشغالگرانی که به اسم دین آمدند و به اصطلاح برای نجات مردم که خود گوی صفت را از هر ستمگری گرفتند و ایران عزیز من را به تاراج بردند. فقر، فساد، فحشا در این مملکت من بیداد می کنند. جوانان به خاطر این که آیندهی برای خود متصور نیستن جلای وطن می کنن. بله دوست من پیامی داشت که شنیدیم. یه نکته رو من اینجا بگم، اغلب پیام هایی که آرش به عنوان پیام خصوصی برای من میفرسته، مسئول این کار، یک مجموعه پیام‌هایی است که من گوش نمیدم، مستقیم میره برای رامین و روز پخش برنامه پخش میشه و من جواب میدم. ولی یه سری هم هست که آرش برای من میفرسته، میگه پیام‌های خصوصی. پیام‌های خصوصی اغلب درباره کسانی است که از ایران زنگ میزنن و حرف خاصی دارن یا اطلاعاتی میخوان بدن یا شماره تلفنشون رو گذاشتن که اینا رو ترجیح میدیم پخش نکنیم. و همین آقایی که اول برنامه صحبتشون رو شنیدید یه پیام خصوصی هم برای من فرستاده بودن که من شنیده بودم چه میفرمودن. در نتیجه خب این پیام های خصوصی رو وقتی من گوش میکنم، در بسیاری از اون یک در واقع حلقه مشترک وجود داره و این مسئله فساد، آلودگی آخوندهاست.
بی اعتبار شدن مفهوم مذهب و دین، لطمه‌ای که اینا به حیثیت دینی کشور، حیثیت تاریخی و حیثیت ملی ما زدن. و بعد آدم وقتی نگاه میکنه، امروز صبح شعری از هادی خرسندی میخوندم، هادی عزیز، که مجلس شعرخوانی بارگاه ولی فقیه رو توصیف کرده بود، یکی از زیباترین شعرهای هادی بود، فوق العاده بود. خب میبینید در این مجلس چه نوع شعرهای آبگوشتی و آبدوخیاری به قول معروف خوانده میشه و مقام معظم بهبه و چهچه میگه خانومه راجب این که دخترم قرص اکستزی نخور، مردی که ابروشو ور میداره مرد نیست. حالا از چیزایی که خوب شعارهایی که آبدوخیاری. و اون یکی دیگه راجب زنزلیلی میگه رهبر قشقش میخندن چون خودشون هم مبتلا. و بعد هادی فوق العاده قشنگه، یعنی یکی از زیباترین شعرهای هادی و پرمعنا، شیرین مثل شکر و در عین حال نیش پر از نیش. و این حکایت مردم ماست، یعنی در واقع مردم ما هر کدومشون که صحبت میکنن کوهی از درد و مشکلات و بعضا مطالبی رو مطرح میکنن که در عین دردناک بودن یه نوع هزل و یه نوع اصلا مضحک، باور نمیشه کرد که شما فکر کنید آیت الله مملکت که خیلی ادعای رهبری و آیت الله داره شغلش این باشه مدیر عامل کارخانه کاندوم سازی. آیت الله اونجا چیکار میکنه نمیدونه. یکیشون میاد توی تلویزیون مسائل سکسی رو درس میده، تو گویی مثلا جوان ها نمیدونن. تو مدرسه اون وقت میگن نه اصلا خروس و مرغ و بذاری کنار هم بگی بده برای بچه ها. اما آخونده میاد اونجا میشه جلوی عده دختر حرفایی میزنه که شرم آوره. ببینید برای اینکه رژیم حیا نداره، حیا نداشتن خیلی مهمه. این در صفت این رژیم بی‌حیاییه. چرا؟ مثلا شما فکر کن در هر کشوری یه عده رهبر دارن، مسئول دارن، غیره دارن، یه عده دوستشون ندارن، بهشون حمله میکنن، مطالبی میگن، ولی تو همون ماجراها اون کسی که در یه جایگاه مثلا پادویی قرار داره وقتی میاد میخواد کشیده بزنه تو گوش اون که رهبره، میگن این بچه پررویی کرد تو جمع خودشون ها، ولی ملت میتونن رهبر رو برکنار کنن، مسئول رو علیش موضع بگیرن. مثلا سردار قاسمی، ولی قیافش معلوم، به احمدی نژاد میگه چون تو چرک بودی هموم نمیرفتی شی پیش داشتی ما تو رو انتخاب کرد. وقتی میاد راجب رفسنجانی حرف میزنه، حاجی حاجی، یعنی مدل همون بچه پررو است. خاطره، آقای خاطره، خب آقای خاطره بالاخره هاشمی رفسنجانی هم خاطره داره دیگه. حاج آقا خاطره پشت پرده همه چی رو میبینه. بازی های خمینی رو دید، دروغاش رو دید، دروغای خودش رو دید، کلکایی که زدن، کلکی که زدن مرحوم آقای منتظری رو از جا کندن، اینا رو همه رو دیده دیگه، شاهد بود، بازیگر اصلی هم بوده. خب اون خاطره نگه کی بگه؟ سردار قاسمی؟ هرچی هم ما سردار قاسمی داریم به یه نوعی شوتن. اون رستم قاسمی که رئیس دزداست، این یکی قاسمی هم که رئیس پابرنهای مخ اجاره داده. بریم با برنامه رفت به کجا. هموطن بعدی، درود بر شما جناب آقای نوریزاده و درود فراوان به انسانیت و ترحم قلبی شما جناب نوریزاده عزیز. روز یک شنبه گذشته در پاسخ به تلفن هموطن عزیزی از داخل ایران دنید داد که مردم به خاطر بیماری و کسالت آقای جیمی کارتر خوشحال و شادی میکنن. بله حق با شماست جناب نوریزاده، انسان ها نباید از بیماری و کسالت کسی خوشحال شوند. شاید این خوشحالی مردم ایران برای آقای اوباما که به تنها فرصت طلایی اعتراض مردم ایران در سال 88 و از آن بدتر
اعتراض مسالمت آمیز مردم مظلوم سوریه نه تنها توجهی نکرد، بلکه حمایت و انسانیت رو فراموش کرده و حقوق انسانیت رو به زیر سوال برده فقط برای منافع شخصی خودش. این سیاستمداران، این زمامدارانی که الان دارن حکومت میکنن باید از سرنوشت کارترها و جیمی کارترها درس عبرت بگیرد. آقای سید علی خامنه‌ای، شما هم به این روز خواهی افتاد. ممنونم هموطن من. چه بگویم، چه چیزی اضافه کنم به آنچه که شما گفتید؟ یک نوع نگاه به مسائلی که آقای اوباما در مورد سوریه خیلی خطای بزرگی کرد. یعنی واقعا شاید بگم از 300 هزار سوری که کشته شدن میشد جلوی 250 هزار تا رو گرفت. نگاه کنید این سوری ها تکون دهنده، جسد بچه 3 ساله‌ای که آب آورده بود اروپا رو الان تکان داده. یک ملت مغرور سربلند امروز آواره افتادن التماس به تو مرز مجارستان بکنن که اجازه بده ما بریم اتریش که از اونجا. وحشتناکه. ایتالیا ردشون میکنه، اسپانیا ردشون میکنه و آقای اوباما نقش خیلی موثری داره. آقای اوباما روزی که قرار بود با یه حمله کوچک به اسد به خاطر استفاده از شیمیایی کلک اونو بکنه، فریب روسا رو خورد و تو دام افتاد. هموطن بعدی. سلام آقای نوری‌زاده، امیدوارم که همیشه شاد و خوشحال و با سخنان شیوایی که دارین همه رو خوشحال کنید. چه میکنید؟ خواستم یه خواهش ازتون بکنم و اون این که اگه سیگار میکشی تو رو خدا سیگار نکش. البته خودم هم سیگاری هستم ولی خب من کاری نیستم، ولی شما والا و بزرگی داریم به همه ملت کمک میکنیم. امیدوارم که این نصیحت منو قبول داشته باشین. قربونتون برم، خیلی دوستتون دارم. سپاسگزارم بانوی گرامی. چه بگویم، چه بگویم درباره توصیه‌تون؟ چه بگویم؟ گفت فقط یه جو اراده نمیخواد، چیزهای دیگه هم میخواد. آدم نمیدونم، شاید تغییر فرم زندگی و مدل. شما وقتی روزی بعض وقتا 18-19 ساعت کار میکنین گاهی اوقات نمیدونم اون میشه یه عامل اضافه. هموطن بعدی. با سلام خدمت شما دکتر علیرضا نوری‌زاده عزیز و همکاران محترمتون. من مشکل داشتم می‌خواستم صحبت کنم. من سوالی داشتم، چرا باید برای خروج از فرودگاهی به اسم فرودگاه بین المللی خمینی 75 هزار تومان خروجی پرداخت کنیم؟ آیا همه فرودگاه در کشورهای دنیا همین کارو میکنن، یعنی از مردمشون خروجی میگیرن، یا فقط کشورهای فقیر رو که نفت ندارن یا کشورهای بعضی از کشورهای آفریقایی این کارو میکنن؟ من چندین بار از این فرودگاه رفت آمد کردم، حالا میگم که حاضرم این 75 هزار تومان رو پرداخت کنم، مسئله نیست، ولی این پولا چی میشه؟ اولا اینکه یه فرودگاهی هست به اسم فرودگاه بین‌المللی خمینی که من بخوام بهش پوان بدم منهای 20، برای اینکه هیچ سرویسی نداره. این فرودگاه اصلا فرودگاه بین‌المللی نیست، این فرودگاه نظامیه، پر پلیس، بسیجی، لباس شخصی، پاسدار توش دارن رفت آمد میکنن. اسمش هم گذاشتن فرودگاه بین‌المللی خمینی. دم در یا با تاکسی پیاده میشی حمله میکنن این باربرا. البته من مخالف باربر نیستم، اونا یه طبقه زحمتکش کشورن، ولی حمله میکنن با این چرخ دستی ها، میخوان به چرخ دستی بفروشن، یعنی کرایه بدم، پول میخوان. خب میرم چرخ دستی برمیدارم میرم داخل هواپیما دیگه. داخل فرودگاه هم همین مسئله به وجود میاد. وقتی وارد فرودگاه میشی اولا که بسیار کثیف و بی‌نظم، دو
بار میری توالت فرودگاه، این آقای علیزاده اینقدر این توالتش کثیفه، کاشیای شکسته، شیرای خراب، حتی دستمال کاغذی وجود نداره تو این توالت ها. بعد مسئولی داره این توالت ها که باید تمیز میکنه، یعنی مستخدم داره که تمیز میکنه، هر بار کسی از یه توالت میاد بیرون سریع میدوه میره پویسرش در و دیوارا رو نگاه میکنه که شعار مرگ بر خمینی و مرگ بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسلامی ننوشته باشن. بعد دستمال کاغذی هم که وجود نداره میاد بیرون میگه دستمال کاغذی میخواد، یعنی چی؟ یعنی انعامی میخواد. لطف کنین اینو در برنامه‌تون توضیح بدین به این مسئولین نظام، به این مسئول فرودگاه بین‌المللی، چی میشه این پولا 75,000 تومان؟ چرا از مردم 75,000 تومان خروجی میگیرین؟ به چه دلیل خرج فرودگاه میکنین که نمیکنید؟ هیچ چیزی تو این فرودگاه وجود نداره. خسته نباشین، لطف کردین، ببخشید مزاحمتون شدم، موفق باشین، خدا نگهدار. دوست عزیزم، معلومه این دوست ما کسی است که از در خارج زندگی میکنه، رفته بوده ایران و چون کسانی که در ایران هستن آشنان با این نوع عوارض و مالیات ها، عدسه میکنی باید عوارض بده، حالا دیگه فرودگاهش که نخیر. در کشورهای غربی در خارج ما عوارضی به کس نمیدیم وقتی میخوایم خارج بشیم. شما وقتی گذرنامتون رو میگیرید، مثلا در انگلستان 80 پوند میدید گذرنامه رو میگیرید برای 10 سال، بنابراین دیگه پول اضافه شما نمیدید و بله اون شما در بلیتتون که میخرید یک تاکسی میپردازید، ولی تو فرودگاه از شما تاکسی نمیگیرن. اون ایرپورت تاکسی شما در ایران هم وقتی بلیت میخرید میدید، فرقی نمیکنه، در همه جای جهان میدید، ولی دوباره دیگه ازتون تو فرودگاه نمیگیره. این یک نکته. دوم، شما اشاره به فرودگاه امام خمینی کردید. متاسفانه من نبودم که این فرودگاه رو ببینم موقع افتتاحش، ولی به نظرم یکی از زیباترین فرودگاه‌های جهان رو ساخته بودن در همه ابعاد، خیلی بزرگ، خیلی شیک. چون زمانی که این فرودگاه افتتاح شد درگیری هم بود بر سر مهرآباد، چون مهرآباد هم بازسازی شده بود و این نقشه زمان شاه بود که وقتی این فرودگاه انتخاب شد نقشه ها داده شد، تمام کارا ریخته شد، اینا اومدن مراحل اجرایی اولیش هم پیریزی و غیره آغاز شده بود، معطلش کردن، بعد از مدتی ساختن. اگر توالت فرودگاه کثیفه، شما موضع من نسبت به جمهوری اسلامی میدونید، ولی آیا خود ما مسئول نیستیم؟ خود ما متاسفانه در بعضی از کشورهای عربی هم من میبینم همینطوره، یعنی فردی که میره توی توالت فکر نمیکنه که این توالت یک جزو اموال عمومی است، بنابراین تک تک افراد ملت مسئول صیانت اون هستند، باید تمیز نگه دارن، باید مراقب باشن، نه اینکه فکر کنن خب ما حالا رفتیم بیرون بعدی هیچی. ما متاسفانه اینجوری هستیم. ببخشید، آیا خودمون سعی کردیم این فرودگاه رو تمیز نگه داریم؟ آیا اگه یه چیزی میخوردیم دیدیم کسی نیست کاغذشو ننداختیم رو زمین، در حالی که اونجا سطل هست که بریم بیزن؟ من که ندیدم، ولی فیلم هایی که دیدم یا دوستانی که به من گفتن، به خصوص اون سالهای اولیه که افتتاح شده بود. ما هم باید یه مقدار در رفتار خودمون تجدید نظر کنیم. اون آدمی که اونجا اومده توالت رو تمیز میکنه، خب کارش چه اشکالی داره؟ شمایی که مسافری داری میری خارج، یه مقدار پول ایرانی تو دستت مونده، یه همه جا معموله بگن این تای اون پول خورده که داری بریش توی صندوق، حالا اینو بده به اون کسی که مسئول پاک کردن، تمیز نگاه داشتن دستشویی هاست و معمولا حقوق بالایی هم نداره. حالا اون رفته نگاه کنه شعار شما به دیوار نوشتی، شاید اونم مسئول اون کارم باشه، ولی در درجه اول اون مسئول تمیز نگاه داشتن دستشویی هاست. یه خود خودمونم مراقب باشیم. رژیم جمهوری ولایت فقیه اومد همه چیزهای زیبای ما رو برانداخت. شما باورتون نمیشه، میدونم سن شما میرسه یا نه، ولی هم نسلان من و قبل‌تر و یه خود بعدتر یادشونه، مردم ما کم کم یاد گرفته بودن درست لباس بپوشن، درست بیرون بیان، رفتارشون تو خیابون درست بود. من یادمه وقتی مثلا در 12 سالم بود
کوچه مهران وقتی خانم‌ها عبور می‌کردن دستشون رو اینجوری می‌گرفتن، چون همه جور بهشون تعرض می‌شد. 10 سال بعد اصلا چنین چیزی نبود، اصلا چنین چیزی نبود. مردای ما یاد گرفته بودن که چگونه با خانم‌ها رفتار کنن. جامعه داشت به سوی بهتر شدن می‌رفت. درست در اون بحبوحه گرفتار اینا شدیم. معمولا وقتی زلزله میاد کرما میان بیرون از زیر خاک و ما دوچار این شدیم. بی اخلاقی، همه چیز رو بین رفت. زشتی، بوی گند دادن جز صفات ممتاز شد. همین الان داشتم میگفتم قاسمی به احمدی نژاد میگفت چون بو میدادی هموم نمیرفتی شیپیش داشتی ما تو رو انتخاب کردیم رئیس جمهور بشی، در حالی که رئیس جمهوری یک کشور نماد اون کشوره. هرچه آراسته تر و مرتب تر باشه آدم بیشتر خوشش میاد که این معرف ماست. دولت مردان قدیمی رو نگاه کنید، قوام سلطنه تو مسکو کت پوست دستش با چه قیافه، چوب سیگارش رو گشته، استالین داره براش فندک میزنه. تظاهر کرد فندک ندارم که استالین بزنه و عکس چاپ بشه. دکتر مصدق رو نگاه کنید توی سازمان ملل، تو زندیات خلعت بری نگاه کنیم، زاهدی رو ببینیم، دونه دونه کسایی که قدس نخعی رو ببینیم، عباس آرام، اینا دیپلومات های ما بودن. حالا دیپلومات های رو نگاه کن چجوری هم هموطن بعدی. آقای دکتر میرزایی سلام عرض میکنم، میبخشید من مدام شدم. اولا تشکر میکنم از برنامهتون. دومم امروز بی بی سی گفته که مهدی هاشمی رو با یه موبایل و یه سیت سکه از تو دسته اتاقش پیدا کردن. محبت کنیم ببینیم صحت داره یا نداره. اگر نظر شما چیه؟ یکی این که اگر صحت داره چجوری سیت سکه و موبایل بوده تو؟ ممنونم، خداحافظ. اولا صحت داره، ما تو برنامه مونم، من تو برنامه بهش اشاره کردم. شما حالا فهم میکنید مثلا آقای مهدی هاشمی وقتی به داخل زندان میره مثل موقعی است که آقای تبرزدی رو میبرن؟ آقا زاده است بالاخره، درسته. حالا آقا دستور دادن محکوم بشه و قاضی که او رو محکوم کرد ارتقا درجه بهش دادن، مراسم گرفتن، مثل مراسم مدال زدن محسنی اژه‌ای رئیس دزدای قوه قضاییه به یه دزد دیگه ارتقای مقام داد. بله، چون آقا دستور دادن مهدی کمتر از 10 سال نباید در زندان باشه. البته 10 سال که نمونه، میاد بیرون، چون آقا بالاخره زودتر به لقاء الله میپیونده. و داشتن موبایل و سکه و اینا چیزای معمول بین ایناست. شما بگم با آقای بابک زنجانی در زندان روزی چقدر خرج میکنه؟ و نمونه های دیگه، آقای رحیمی، دیگران. بله، آقای بقایی. هموطن بعدی. با سلام، من خواهش میکنم این خواسته من که از طرف عده زیادی هست خدمتون زنگ میزنم این رو اجرا بفرمایید و آقای نورزاده بفرمایید که برنامه آقای شاهین‌فر به قدر جالبه و خود آقای نورزاده تاکید میکنن که ما به اینا رو گوش بدیم که بتونیم تصمیم‌های درست و سیاسی بگیریم. ولی اینقدر بحث‌های سیاسی ساعت‌ها تکرار میشه اینجا، تکرار میشه، ولی برنامه ایشون رو بسیار کوتاه تا آدم میخواد بره کیف کنه، شما کیف ما رو منقص میکنید، خمار میشیم. خواهش میکنم اینو به گوش آقای نوروزی برسونید. بانوی گرامی، آقای شاهین‌فر خودشون برنامه رو نیم ساعت تدارک دیدن و به اعتقاد منم برنامه تاریخ زمانش همون نیم ساعت خوبه، چون بیشتر که باشه حواس پرت میشه، ملال آور میشه. گویند که شاهین‌فر به گونه ای روایت میکند که بسیار جذابه، خود منم میبینم. برنامه ایشون یه روز پخش میشه، یک نوبت هم تکرار میشه، در نتیجه در طول یک هفته 2 نوبت. بعد فکر کنید هر نوبت برنامه ما 3 بار تکرار میشه، یعنی شما که علاقه دارید میتونید 2 دفعه در روز برنامه شون رو ببینید، روزی که هست یا روز تکرارش. اندازه برنامه ها رو معمولا در یک توافق بین تولید کننده و من انجام میشه یا به هر حال امکاناتی که داریم. ولی در مورد ناصر شاهین‌فر باور کنید
آنچنان من این انسان رو حرمت براش قائلم، 40 ساله شو بیشتر دوست منه و علاقه مندم بهش، شنونده سالهای اصغرش بودم موقعی که هنوز کتاب نشده بود. من دو قصه رو از اول تا آخرش رو از زبان خود نویسنده شنیدم، خونده برای من. شبها نشستیم تا 4 صبح، یکی احمد محمود نازنین و همسایه ها و یکی هم سالهای اصغر ناصر شاهین بر. او صاحب خونه است، صاحب اختیاره. هموطن بعدی. سلام علیکم. من با آقای دکتر نوری‌زاده کار دارم، منطقه کارم خیلی سیکرت هستش، باید حتما با ایشون صحبت بکنم. شما تقاضا میکنم یه شماره یه چیزی که من بتونم با ایشون صحبت بکنم، خیلی کار واجبیه. من پشت تلفن نمیتونم عرض بکنم، محبت بکنید اگه میتونید پشت جواب بدید الان جواب بدید، اگه نمیتونید جواب بدید به یه طریقی یا توی برنامه‌تون یا به شکلی تلفنیتون هم بتونم با دکتر صحبت بکنم. و غیر از سیستم کامپیوتر، غیر از سیستم بودتون از کنم که لپتاپ و اینا، بتونم تلفنی با ایشون صحبت بکنم. عزیزم من نمیدونم، من پای اینجا که نمیتونم شما تلفن به شما بدم، شما به اون تلفن شمارتون رو بگذارید تا من به شما زنگ بزنم یا به من ایمیل بزنید. ایمیل رو میتونید به من بزنید، یه ایمیل برای من بفرستید، شماره تلفنتون رو بدید، من بعد ایمیل رو که خوندم به شما زنگ میزنم. خیلی هم ساده است. کانتکت، کانتکت به معنی تماس، @nurizade.com یا contact@iranfarda.com میتونید برای من بفرستید، من اون وقت براتون زنگ خواهم زد و به پیام خاص شما گوش خواهم داد. در غیر این صورت من شماره شما رو ندارم، چجوری با شما تماس بگیرم؟ هموطن بعدیمون. سلام، من اسمم ناهیده، از هیستون تگزاس زنگ میزنم. من تازه این تلویزیون ایرانی رو گرفتم، به هر حال برنامه شما رو دیدم، دیدم که ایران و فردا از همه برنامه ها قشنگتر بود، مخصوصا پنجشنبه شب برنامه آقای دکتر هراکویی بود که راجع به کوچه ایرانیان صحبت کرد. البته من فقط تونستم یه مقدارش رو نگاه کنم، برای اینکه دیر باز کردم تلویزیون رو. فقط به من بگین که من چجوری میتونم اینو دوباره ببینم، رو سایدی هر جا باشه من نگاه میکنم. شما تلفن من هست؟ بله، حضورتون عرض کنم اگر برنامه ما رو میبینید، تمام برنامه های ما از روز اول تا امروز روی سایت ایران فردا هست، ایران فردا تیوی یا ایران فردا تیوی.com یا میرید ایران فردا لایف .com که شما صفحه ایران فردا میاد براتون، قسمت آرشیف هست، مراجعه میکنید، تمام برنامه از جمله کوچه ایرانیان با حضور آقای دکتر هولاکویی هم در اونجا پیدا میکنید. سپاسگزارم ازتون. هموطن بعدی. سلام علیکم آقای نوری‌زاده. من یکی از بینندگان پروباگرس برنامه شما و آقای سالنجی و سازگارا هستم. از برنامه های خوبتون بسیار بسیار متشکرم. من یک دبیرم و صحبت های شما را از چندین سال از چه اصلاح پیگیری می کنم و از نظرات و افکار آموزنده و مفیدتان بسیار استفاده می کنم و در روشنگری بچه ها نیز تلاش های بسیاری می کنم. همین برنامه های خوب شما چشم ملت ایران را به حقایق باز می کند، وقتی که خصوصا در مورد خمینی، آن دجالی که خود را به زای امام زمان در این کشور جا زده بود، روشنگری های شما و اون جریان زندانیان سیاسی و مدرسه علوی و دیگر مسائل بسیار بسیار خوب و آموزنده است. شما با آقای سازگارا ضربه را درست در جای حساس حریف میزنید، آنچنان که او را ناکارآمد میکند و طرفداران نادانش را به فیش وا میدارد و به اصلاح کسانی که مثل من در شک و تردید بودیم چشمش را باز میکند به حقایق
از برنامه های خوب شما بسیار بسیار متشکرم. فقط آقای سالنجی گاهی اوقات سؤال را آنقدر به اصطلاح طولانی می کنند که فرصت را از شما می گیرند. بسیار بسیار ممنونم، خسته نباشید. و از اینکه به اصطلاح اون موهای شما سفید شد و وطن را می دانم که آرزویش دارید که ببینید و در وطن لحظاتی به سر برید و در خانه پدری بیارامید، متاسف می شدم. امیدوارم که خوب و زنده و سرسلامت باشید و در هوای پاک وطن بیایید و نفس بکشید و در تلویزیون ایران نظرات شما را ما ببینیم. خدا حافظ. سپاسگزارم دبیر نازنین، ممنونم. حرفات آدم رو قلقلک میده یه جوری، دل آدم رو. الان چقدر دلم میخواست در برابرت نشسته بودم، مثلا با هم رفته بودیم شاگولی تبریز، اونجا نشسته بودیم و یه عاشقم داشت برامون میزد، عاشق علی اسکر میزد برامون ای داد. یا با هم تهران بودیم برای دیدن تک تک شما جان و جهانم در التهابه و آرزوی دیدار ایران رهام نمی کنه من. آقای قشقاوی اومده بود صحبت میکرد، بله 7 میلیون ایرانی در خارجن، مشکلات همشون حل کردیم، بیان اینجا، ما دیگه کاری نداریم، پاسپورت کشور دیگری هم دارن، یه 2-3% هستن که مشکل دارن، ما جز اون 2-3% هستیم. اهالی ولایت فقیه قصد جان ما رو دارن، اما این نیز بگذرد، مطمئن باشید این نیز بگذرم. گفت دبیرم دوست عزیزمون، من یاد یه دبیر افتادم، دبیر تاریخمون بود آقای حسنزاده، یه نگاه چپ انسانی هم داشت، چقدر به یادشم این روزا. همینجوری نمیدونم آقای حسنزاده اگه ما رو میبینه میشنود جایی و بتونیم ایمیلی بزنه به من یا یه جوری تماس بگیم، خیلی دلم میخواد باهاش صحبت کنم، چقدر از او آموختم. ششم دبیرستان معلم تاریخ من بود در رشته ادبی. یک پیام دیگه هم گوش بدیم، مثل اینکه وقت داریم این پیامو گوش بدیم. الو، سلام علیکم، خسته نباشین جناب دکتر نویزاده، از برنامه قشنگتون یه دنیا ممنون. و یه خواهشی که داشتم، اگه لطف بکنیم برنامه هاتونو زیادترش بکنید یه دنیا ممنون میشم و سپاسگزارم. موفق باشین، خداحافظ. درود دوست عزیزم. برنامه رو زیادترش بکنم؟ با دیگه اذیت نکن. 5 روز در هفته من برنامه دارم، این برنامه هم هست، برنامه تفسیر خبرم که با آقای چالنگی یه روز هستیم به اتفاق دکتر سازگارا، دیگه اون وقت از دیدن من بیزار میشین، زیادی میشه. همینقدر که هستیم، حالا یه برنامه دیگه البته تدارک دیدم، اون یه برنامه مختلفی هست و که چهره من زیاد در اون ظاهر نمیشه، محتوا و مضمون برنامه رو من می نویسم و اجرای کوچکی هم داره در جاهای، ولی بیشتر از این من فکر نمی کنم، چون واقعا دوست ندارم وقتی آدم همینجوری بیاد بشینه وقت کشی بکنه. نه، حرفی باید داشت و باید اون حرف رو عنوان کرد. در حال من که سیر نمیشم، نشستن با شما، شنیدن صدای شما برای من بسیار دلپذیره. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا هفته آینده، همین روز، همین جا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. الو، الو، پریزی میگه فردا؟